سخته امشب صحبت کردن. خیلی زود در چند جمله آنچه گذشت و عرض میکنم که برای تحلیل تاریخ اسلام، برای تحلیل زندگی معصومان، حتی امام عسکری صلوات الله علیه، باید از زمان پیغمبر و زمینه های ایجاد تشتت در گزارشگری های بین مسلمین شروع کرد، وگرنه مسئله حل نمیشه. اگر کسی ندونه که این شبکه‌ای که داره نگاه میکنه شبکه قرآن یا شبکه بی بی سی، فقط گزارش ها رو بشنوه، این نمیتونه تحلیل کنه. تا خط و جریان رو نشناسه غرق میشه در گزارش ها، و غرق هم شدن در گزارش ها حتی شیعیان. و عرض کردیم تحلیل رفتار سید الشهدا انقدر متفاوته که ده ها حسین ابن علی و ده ها عاشورا داریم ما. کدام حسین و کدام کربلا مسئله است؟ خب این یه بحث خیلی دامنه داریه، و اگرم نخواهیم فست فودی باهاش برخورد کنیم که مثل این کسانی که ساده انگارانه میگن بله امام حسین ظلم دید و یزید بی‌تربیت بود و برای همین قیام کرد، یعنی ساده انگارانه تک بودی تک وجهی بخوایم مسئله رو ببینیم، هزار تا سوال پیش میاد که خب مثلا حکام بعد از یزید مثل یزید نبودن، یعنی ظالم نبودن، شرابخوار نبودن، اهل فحشا نبودن، خب چرا ائمه بعدی این چنین عمل نکردن؟ از طرفی عده‌ای مجبور شدن برای اینکه بگن ناگهان زمان یزید یه فساد جدیدی به وجود آمد، ولی نفهمیدن فساد چیه دقیقاً، سعی کردن بگن زمان معاویه این خبرها نبود، مشکلات علنی نبود، شرابخواری نبود. لعن امیرالمومنین علنی بود، اتفاقاً معاویه علنی شرابخواری هم میگه، ولی برای اینکه تحلیل کنن معاویه رو مجبورن تبرئه کنن که یعنی یهو یزید فسادش قلم بشه. روح مسئله اینجاست که ما بفهمیم سیدالشهدا صلوات الله علیه کدام خلل رو دید، کجای اسلام آسیب دید که یا قیام کرد و برای تشکیل حکومت یا چیزهای دیگه یا حداقل بیعت نکرد. بالاخره یه واکنش منفی نشون داد روشن. کجای اسلام آسیب دید؟ بسیاری از جزئیات ظاهرا آسیب جدی هنوز ندیده بود. با دقت از کلمات استفاده میکنم. بعدن امشب یه اشاره خواهیم کرد به نظر فرصتی که داریم که اصل اسلام آسیب دیده. یه ساختمانی برپاس، پنجره هاش سر جاشه، نما فرو نریخته، درها باز و بس میشه، آسانسورش کار میکنه، ولی اصلا شما خانه داری برای این که یک سقف امن داشته باشی؟ عنقریب ساختمون قراره فرو بریز، شما هرچی نگاه میکنی نه تأسیساتش مشکل آنچنانی داره، چاها بالا نزده، آب همه چی ظاهرن سر جاشه، ولی اصل ساختمون در حال فرو ریزیه. حالا یه اشاره خواهم کرد. اینو از کجا تحلیل کنیم؟ به اندازه فرصتی که تو 7-8 شب میشه حرف زد، اونم وقتی میخوایم حرف بزنیم غیر از کتاب نوشتن و مقاله نوشتنه، اشاره کردیم که دو جریان زمان پیغمبر اکرم بودن. یک جریان، جریان محب عاشق پیغمبر را معصوم ببین، مطلق ببین، عالم ببین، رحمت للعالمین ببینن بودن، مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه و آن کسانی که ازشون تبعیت میکرد. در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر دین علی داشتیم. دین علی یعنی همین نگاه دیگه، من اینو واردش نشدم چون نمیرسیدیم. ما یه موضوعی داریم اسم دین علی و دین عثمان، دین علی و دین که. دین علی چیه؟ همینی بود که این شب عرض میکردیم. کتاب های هم غربیا هم شرق مسلمین کتاب در این زمینه دارن، آیتمی به نام دین علی تو رجزها هست.
نی علا دین علی، اونی که میگه نی علا دین عثمان. اگر بری خودتون رو کنترل کنید که من بتونم حرف بزنم، وگرنه هی باید مبهم صحبت کنم. دین علی یعنی گوشهش همینیست که عرض کردیم. طرف مقابل رأسش منافق و فی قلوبهم مرض بود، ولی بدنش منافق نبودن، مسلمانانی بودن که در زیست بوم آلوده نفس کشیده بودن. یادتون باشه مثال بند جیب برها رو زدی. و تحت به خاطر اینکه محبتشون کافی نبود، عاشق نبودن، حبشون عمیق نبود، بنابراین بغض عمیقی هم نسبت به دشمنان نداشتن، تحت تأثیر قرار می گرفتن، شایعات رو زود می پذیرفتن. مسلمان بود یعنی پیغمبر را پیغمبر خدا می دید، قرآن را هم کلام خدا، اما روی این مشکلی که داشت پیغمبر رو هم انکار نمی کرد ممکنه خطا کنه، ممکنه پیغمبر به نفع دخترش بگیره، به نفع قبیلش عمل کنه، تحت تأثیر اعراض بیرونی قرار بگیره، عوارض بیرونی، حب و بغض، خوشحالی و شادی و غمگینی ممکنه رو تصمیماتش اثر بگذاره. اینجور فکر میکرد. این گروه چه بالا دستی ها که رسما دشمن خدا و رسول بودن منافقین، چه این پایین دستی ها که مسلمان بودن ولی پیغمبر را عرفی میدیدن، دنبال این بودن که یه خورده دست و بالشون باز بشه. لذا عملا یه توافق و تواطئی صورت گرفت، یک تبانی عملا همکاری صورت گرفت که معیار حق و باطل که شخص شخیص معصوم زمان پیغمبر اکرم خودشه، از این عدول کردن به سمت متن، مثل حسبنا کتاب الله و بیننا و بینکم کتاب الله و قرآن به نیزه کردن. و قرآن به نیزه کردن یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب شاخص نیست، متن شاخص. حالا اینا توضیح دادیم، وقتم نیست که بخوام روش وایس. منتها یه مشکلی که پیش اومد این بود که قرآن به خاطر تعدد آیاتش و عدم تسلط اینها به آیات و اینکه حفاظی به آیات تسلط داشتن، اینا رو هی سر به زنگا مچگیری می‌کردن، برگردوندن به سمت شاخص انسانی غیر معصوم یعنی خلیفه مسلمین. تمام اتهامات سیدالشهدا که قتل عام کردن در کربلا با این شاخص سوم بود، این شاخص جعلی، که اگه امیرالمومنین پذیرفته بود این شاخص، شاخص خلیفه سوم شده بود، نپذیرفت. چجور میشه که یه نفر شاخصی غیر از معصوم را در عرض معصوم جز شاخص ها حساب کنه؟ یعنی شاخص ها بشه سه تا. عرض کردیم باید قدری از معصوم بکاهیم و بر اون یکی بیفزاییم. مثال موافقات رو دیشب عرض کردم، یه مثالم امشب عرض میکنم. مشت نمونه خروار 20 مورد بود، اینو انتخاب کردم که بگم. این یه شب دیگه هم آوردم، این جدیدترین چاپ شرح صحیح مسلمه، 2020 چاپ شده، جلد نهمش. یک عالمی که از علمای تراز یک مسلمین، ابن نووی شافعی، آثار او تداول داره در علوم حدیث، در فقه، در حدیث، در ادعیه، حرف زیاده، میشه یه جلسه راجبش حرف زد، از نکات جذابی هم راجبش هست. ذیل اون ماجرایی که اون آقا گفتش که درد به پیغمبر غلبه کرده، متوجه نیست چی میگه، ولش کنید، حسبنا کتاب الله، نگاه کنید چی میگه. میخوام بگم یعنی امثال موافقات که یعنی دوئل علمی پیغمبر با کسی و آیه در تایید اون شخص غیر از پیغمبر نازل شده باشه، اینجا رو نگاه کنید. در شرح این حدیث خبر، شرح این حدیث که خبر، که ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، بدبختی، تمام بدبختی چیه؟ ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم
و لقته. آنچه اونها مانع شدن، حائل شدن بین پیغمبر و اینکه کتاب قرار بود نامه این متنی نوشته بشه، تک تک امضا بگیره، تعهد بگیره. ابن عباس میگه همه بدبختی مسلمین از اینجا شروع شد. درست شد. و اونجا خب اون فردی که میدونید جسارت کرد به پیغمبر. نووی ببینید چی میگه. میگه اما کلام عمر فقد اتفق العلماء المتکلمون فی شرح الحدیث. اتفاق نظر علمای متکلم، علمای عقیده شناس، اساتید علم عقیده، حالا ادعای اتفاق میکنه، همه نیستن ولی یه جمع خیلی زیادی، فقط اتفق العلماء المتکلمون، علمای متکلم اتفاق نظر میگه ای دارن، من میگم اکثریتی هن نه متفق، فی شرح الحدیث علا انه من دلائل فقه عمر و فضائله. این جز فضائله این دین شناسیش بود و دقیق نظرهی. یه نووی میگه منم میگم اونجا درد پیغمبر غلبه کرده، ملتفت نیست چی میگه، به این معناست. این استمرار این فکر، استمرار این فکر کی به وجود اومده؟ لأنهو چرا درست گفت؟ لأنهو خشیان یکتب النبیو امورن ربما عجزو انها، چون دیدن درد پیغمبر غلبه کرده، کلماتش اعتدال نداره، نستجیرو بالله حق نیست، نستجیرو بالله ممکنه یهو یه دستوری بده عاجزن از انجامش مسلمین، یعنی کنه پیغمبر اونجا باز کردن این از روزه قتلگاه بیادبی تره و تلختر، ممکن یهو میفرمود دون نوشته روزی 4500 رکعت باید نماز بخون. واستحق العقوبت علیها، و پیغمبرم هرچی بگه خدا واجب میکنه، یعنی نه خدا دلش میسوخ به حال امت نه پیغمبر تو اون حالتی که حال عادی نبود، نستجیرو بالله. لأنها منسوست لا مجال للاجتهاد، کلامو میگفت، یادتونه میگفتم شاخص انسانی متن بگه منافق لو میره چون رادر رو نداره، دقیقا همینو میگه. لأنها منسوست لا مجال للاجتهاد فیها، بنابراین دیگران گفتن رحمتا للامت، دلش کیم وسط دلش برای امت سوخت، همین ایشان، یعنی فرض و قطع گرفته که نعوذ بالله میخواد چرند بگه، خدا هم میگه هرچی چرند بگه حبیب ماست قبول میکنیم، نستجیر بالله العظیم. یه دلسوز باید پیدا میشد امت رو نجات بده. دمش گرم، هازا من فقهی دقیق نظرهی فضائلهی. پیغمبر تو کیه؟ پیغمبرت کیه؟ پیغمبر شما کیه؟ اصل گرفتن بر نستجیر بالله خزعبل گفتن رسول خدا. از کجا فهمیدی میخواد خزعبل بگه معاذ الله که این حرفو میزنی؟ قرن ششمی تو. یعنی عند الاختلاف پیغمبر رو میزنن. یه نگاهه. تا معاصرم هست. حالا میخونم. شاخص انسانی رفت سمت خلیفه. باید شاخص معصوم تضعیف میشد بیشتر. دو سه تا نمونه عرض میکنم حالا ببین. اینو من چند بار تو روزه های همین جلسه گفتم که سید الشهدا تو کربلا فرمود با من دارید می جنگید، نمی دونید من و برادرم سیدا شباب اهل الجنه هستیم. بعد یه حرفی زده که همه وجودم آتیش می گیره. فرمود اگر منو قبول ندارید راست میگم، برید از جابر ابن عبدالله انصاری و انس ابن مالک بپرسید، انس ابن مالک تایید کنه من راست میگم. خب
حجیت با این دو نفره، این که طبقات کبیر ابن سعد، عثمان در دوره خلافتش میگه رو منبر گفت لا یحل لأحد یروی حدیثن، کسی حق نداره از پیغمبر حدیث نقل کنه، که چه جوریه که لم یسمع بهی فی عهد ابی بکر ولا عهد عمر، روایت پیغمبر به شرطی قبوله که در زمان دو خلیفه قبل اجازه روایتشو داده باشن بهش عمل کرده باشن. بگو روایتی که معلوم نیست مال پیغمبره قبول خب نمی کنیم، خیلی روشنه، ممکنه ببندن ها؟ به خدا ممکنه دروغ ببندن، به پیغمبرم ممکنه، این نه. از کانال این دو نفر اگر عبور نکرده باشه روایتو قبول نمی کنیم کلام پیغمبر را. یه بابیست جاهایی که شک نیست کلامی از پیغمبر صادر شده، ولی به جهت مخالفت این دو نفر به جهتی روایت کنار گذاشته شد. در واقع این یعنی این که پیغمبر مادامی معتبر است که این شاخص سوم تیک بزنه، وگرنه اگر کنترل کیفیت تیک نزنه این روایت نبوی به درد نمیخوره، ولی مال پیغمبر باشه. از این پیش رفتن، گفتن اصلا مصلحت نیست که این روایات مکتوب بشه دست همه باشه. لذا در تذکرة الحفاظ عایشه میگه یه شب دیدم بابام مثل مرغ سرکنده بود، میخوابید یهو میپرید، دوباره میخوابید یهو میپرید. اینه کسی که بهش خبر مرگ دادن، اینه کسی که مثلا یک بمب ساعتی تو خونشه. امروز ما با روایت طرفی ممکن روایت جعلی باشه دست ما برسه، خیلی وقتا یه روایت جعلیه، تولیدیه، همه روایت جعلی نیست، همه هم درست نیست. اما زمان اینها مستقیم از پیغمبر شنیده بودن دیگه، یعنی فرض کنید که شما بری از مرجعتون خودت یه سوال کنی، یه جوابی هم بشنوی بنویسی، به این که دیگه شک نداری که. توجه فرمودین؟ میگه صبح که شد دیدم یه پشته آتش درست کرده، یه چیزایی رو سوزون. گفت آخش، گفتم اینا چی بود؟ گفت 500 تا حدیث بود که از پیغمبر خودم نوشته بودم، سوزوندم، خیالم راحت شد مردم گمراه نمیشن. خب تو چی نوشته بودی؟ کلمات پیغمبر رو نوشته بودی؟ چرا باید گمراه بشن؟ از خودت نسبت داده بودی که اون یه چیز دیگه است. مردم با احادیث پیغمبر اگر گمراه میشن، اگر حدیث پیغمبر هست، چون اگه نیست که نیست که، اصلا جعلی قلابی، با چی هدایت میشن؟ حالا اینجا رو ببینید، یکی از خبیث‌های روزگار اسمش خطیب بغدادیه. برای چی میگم خبیث روزگار؟ اونایی که تو بحث قدیر کار کردن میدونن گاهی یه نفر انقدر مرد نیست که اشکال علمی بکنه. مثلا میمونه که من اینجا یه جمله ای بگم در حضور همه شما، 5 دقیقه بعد یکی اعتراض کنه بگه من نگفتم، یا 2000 نفر شنیدن. اینجا این معلوم این جنس خورده شیشه که هیچی، قلوه سنگ داره. حالا سر جاش معلومه. یه کتابی داره خطیب بغدادی، خیلی آدم مهمیه در علم حدیث و رجال، به اسم تقعید العلم، به بند کشیدن علم. اونجا اینجور میگه، میگه ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنن، بناش بر این شد که آثار پیغمبر. آقا الان همه دنیا آدمهای حسابی رو و آدمهای ناحسابی رو این مهمن حرفاشون رو ضبط میکنن. ما علمایی داریم که تا حمام هم بخوام برن وایس ریکوردر باهاشونه، درست هم هست، چون نفس کشیدنش هم مهمه، یا یه نکته علمی میگه، یادگی خاطره مهم میگه، راهگشاست. اونا که تو این باب هستن میدونن کیا رو میگن، درست هم هست. صحیفه امام داریم، این کلماتو مینویسن، حتی آدم های غیر دینی، یه دانشمندی، اندیشمندی نیاوردم، دیدم اینجا بغلم جانیست، کتاب ابن تیمیه رو نیاوردم. ابن تیمیه که تو زندان مرده قرن 8 سی جلد هر چی نفس کشیده ثبت و ضبط شده. ما هم حق میدیم، میگیم بالاخره آدمی که تو هر زمینه چه خوب چه بد سرش به تنش میازه حرفاشو ثبت و ضبط کنه. خب پیغمبر چی؟
قاعدتا باید یه لجنه گروه علمی تشکیل میشد توسط یاران پیغمبر، آدمای معتبر، سابقه داران بحث میکردن، کلمات پیغمبر را مینوشتن دیگه، درسته؟ ایشون هم میخواستن این کارو بکنه. ارادن یک تو بس سنن، خواست سنن پیغمبر، یعنی احادیث پیغمبر و رفتارهای پیغمبر، مثلا چه میوهی دوست داشت، چه غذای میل میفرمود، چه شکلی مینشست، میخواست از جا بلنشه چه ذکری میفرمود. یکی که مهمه نفس کشیدنش، راه رفتنش، حرف زدنش، عمل، همش مهمه دیگه. یه ما استخاره کرد، پس گفت انی کن تو عرد تو ان اکتوب از سنن، میخواستم سنت پیغمبر رو بنویسم. و انی ذکر تو قومن کانون قبلکم کتبو کتبن، اما دیدم بنی اسرائیل آثاری نوشتن با همون با مغز زمین خوردن. و ترکو کتاب الله تعالی، کتاب رو ترک کردن برای حفظ شاخص منصوص مکتوب. اینو باید بزنیم، انی والله لا البس کتاب الله به شیء ابدا، به خدا من اجازه نمیدم کتاب خدا به محاق بره. اصلا همین دوگانه پنداری قرآن و رسول خدا این خودش خیلی چیز عجیبیه. پیغمبر و قرآن که دوگانه نیست که، نگه میشه تفکیک کرد؟ پیغمبر بین اطرتش و قرآن میفرماد تفکیک نیست، خودش و قرآن، که اصلا اعتبار قرآن به خودشه، بلکه یه پولیتیک زد. بهش خبر دادن، بالاخره اصحاب پیغمبر هر کدوم نشستن چیزای از پیغمبر نوشتن، 20 سال، 15 سال، 17 سال، 10 سال، 7 سال صحابی بودن. اینا چجوری دست مردم بگیریم؟ گفت ایها الناس انه قد بلغنی انه قد ظهرت فی ایدیکم کتب، شنیدم خیلی نوشته ها از پیغمبر دستتون هست، دلم میخواد اینها رو تقویم کنم. تقویم کنم یعنی چی؟ یعنی بیاریم روایات هر باب و ببینیم 30 تا صحابی 27 تاشون یه چیز نوشتن، یکی یه کلمه بقیه فرق داره، معلوم میشه یکی اینجا حواسش پرت بوده، تقویم کنیم قوامش، بگیم این اصل بوده، به مثلا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، به ابن عباس، به ابن مسعود نشون بدیم این بوده کلام پیغمبر، اینا رو بنویسیم. مردم هم خوشحال شدن، الحمدلله قراره که دانشنامه احادیث نبوی موسوعت و کلمات رسول الله نوشته بشه، خیلی خوبه. فلا یبقین احد عنده کتابا الا اتانی بهی، همه هرچی دارن بیارن تحویل دارالحکومه بدن، لجنه رو را بندازیم، گروهو، فعرا فیه رأی، تا من نظرمو در موردش اعمال کنم. فظنوا انه یرید ينظر فیها، فکر کردن میخواد اینا رو ببینه، و یقومها، و تقویم کنن اینا رو، اعتبار سنجی کنن. شازها رو که یه نفر خلاف 100 نفر گفته رو بذارن کنار. فأتوا بکتبهم، همه آوردن مکتوباتشون رو. فأحرقها بالنار، وقتی مسلمین دوچار خلع متون شدن، تازه اختلاف تشدید شد. اینکه سال 27 یعنی 17 سال بعد از شهادت پیغمبر، اصحاب درجه یک از دو طرف گریه میکردن، میگفتن نمازم دیگه مثل زمان پیغمبر است که ما اشاره میکردیم. الان اگر به شما بگن یه نفر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مثلا آرشیو حفظ و نشر آثار امام خمینی رو آتیش زده، شما خیلی انقلابی میبینیدش؟ واقعیت این خیلی روشنه، مسئله خیلی روشن. شما که تو سر روایات میخورد دیگه، حالا کتاب نمی کنم که وقت نگیره، میگو مسنات که مسنات اهل کتاب، این مثل آثار یهود و نصارا میشه. کسی که این حرفو میزنه خیلی باید در محتوا یهود ستیز باشه دیگه، درسته؟ من نگرانم که یه وقتی حرفای خزعبلات یهود بیاد بین ما، در حالی که
کان لهو ارضن و اعلى المدینه، بالای مدینه زمینی داشت و کان ممرهو علا مدارس الیهود و یجلس و الیهم و یسمع و کلامه، با اینا مراوده داشت. اینی در عمدت القاری گفته، نه ما بگیم کافی و نمیدونم سید رضی در نهج البلاغه نیست که. یا منبری هایی که دعوت کرده، شما میخوای ببینی یه هیئت سبک و سیاقش چیه، میگه شعرهای مدعا ببینم با محتوای منبر رو دیگه. منبری هایی که دعوت کرده کیان؟ کعب ابن ماته همیری، کعب الاحبار، که صریح میگفت من فقه یهود رو هم قبول دارم و بهش عمل میکنم. اگر در فقه یهود مثلا خوردن گوشت شتر حرام بود، در اسلام مستحب، احتیاطش به چیه؟ نخوردن، نمیخورد. این تئوریسین حکومت بود. چجوری مسنات که مسنات اهل کتاب؟ به نظر ما این برای این بود که شاخص انسانی معصوم تضعیف بشه، برداشتمون چیز دیگه به ذهنمون نمیرسه. اون نتیجه چیه؟ نتیجه این شد که یه اسلامی درست شد. حالا دیگه من مجبورم، میخوام فرود بیام در لندینگ، مجبورم که شاخ و برگا رو بزنم. این بس حداقل 20 جلسه کار داره، اما برای اینکه یه جا برسه به یه نیمچه سوال جواب داده باشم، در فرودم الان. اسلامی درست شد که شاخصهای اعتبار سنجیش از بین رفت. یعنی حسین ابن علیش معلوم نیست راستگوه یا دروغگو. واضح قطعا از اثرت پیغمبر حدیث ثقلین داریم دیگه، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. اخیرا گفته که راه مشترک جامعه اسلامی تمسک به سیره اهل بیته. من ایشون رو از همینجا دعوت به مناظره میکنم، ایشون 5 تا کتاب اصولی بیاره که سیره اهل بیت معتبر. من 20 تا کتاب میارم که اجماع آقایون اینه که سیره اهل بیت پشیزی ارزش نداره. در اخبار و ویترین ها میگن، معلوم بشه راست میگه یا راست نمیگه. خیلی واضح دارم میگم، یعنی زنده داره پخش میشه. ایشون اگر این فرمایشش درسته که سیره معصومین باید تبعیت شود، یعنی باید در کتب اصول فقه کلمات اهل بیت، نه کلمات اهل بیت، اجماع امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین، 4 تاشون اگر به شرطی که یک عبارتو گفتن این معتبر باشه. تبعیت یعنی چی؟ تبعیت یعنی چی؟ شما از من بگی من از کاشانی، من از تو تبعیت میکنم، میگم یعنی چی کار میکنی؟ میگی هر وقت حرف درست زدی گوش میدم. اون که تبعیت از من نیست، تبعیت از حرف درسته. تبعیت از من یعنی هر چی گفتم گوش بدی، درست؟ وگرنه صدام هم بگه 2-2 تا 4 تا، ما میگیم 2-2 تا 4 تا دیگه. ابو هریره هم بگه 3-3 تا 9 تا، ما میگیم 9 تا. این که دیگه اخذ از ابو هریره و صدام نیست که، 2-2 تا 4 تاست. اخذ و تبعیت یعنی چی؟ یعنی مطلق بپذیری. اجماع صحابه حجتون، میگن اگر صحابه همه یه چیز بگن معتبره، اجماع اهل بیت پشیزی ارزش نداره. دروغ است این که تبعیت از معصومین میکنیم. اگر نه 5 تا کتاب معتبر معرفی کن. من 20 تا معرفی میکنم عکسش، که میگه اجماع و اهل البیت ای یعنی علیون و فاطمه و الحسن و الحسین لیست بود، حجت نیست، یعنی معتبر نیست. این حرف دیگرانه، این پشت کامیون میمونه. 2-2 تا 4 تا بود قبوله، 2-2 تا 5 تا بود قبول نیست. دینی درست شد که شاخص نیست توش، نماز هست، روزه هست، حج هست، با یه تفاوتهایی، اما روح هیچ کدوم اینا نیست دیگه. ملاک نیست، معیار نیست. اینو خوندم، یه بار دیگه میخونم تا یه فرمایش رهبری رو بخونم، تا شما ببینید که بین این دو کلام فقط فاصله است. این آقای ملا عمر سربازی کتاب رو اینجوری نگونید، من کتاب رو چپه چاپ کردم، نگه شیخ کتاب ولد نی بخونه داره برعکس میگه، کتاب چپه چاپ شد. جلد اول مجالس قطب الارشاد، حضرت
علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی که برادر ایشون امروز امام جمعه چابهاره، ازش سوال کردن آیا به یزید پلید و ظالم گفتن جایز است؟ میگه ظالم گفتن رواست. عذر میخوام، دور از محضر شما، به همه شما میشه گفت ظالم. هر کسی گناه بکنه، یا ظلم به نفس، یا ظلم به ناس، یا ظلم به الله کرده، ها؟ اما کافر گفتن وی جایز نیست، زیرا او فردی مسلمان، نمازگزار و دیندار بود. این چاپش مال سال 94 در ایران هم چاپ شد. فردی دیندار بود، با حالت دینداری از دنیا رفت. یعنی میشه دین داشت، اسلام دین کامل، بهشتی شد، پسر پیغمبر را هم کشت، ناموسش را اسیر گرفت، میشه. این یه اسلامه. حالا من جمله آقا رو میخونم که یه وقت تو ذهن کسی خلجان نکنه که بگه آقا تو این حرفا رو کجا داری در میاری؟ البته خیلی ما معلومه کجامون در میاریم، ولی برای اطمینان قلوب، این کتاب اسمش دو امام مجاهده، چاپ جدیده، فرمایشات رهبری راجع به امام حسن و امام حسین علیهم السلام. سخنرانی یکش خیلی مهمه. چند تا عبارتشو حذف کردن در این کتابی که دفتر نشر ایشون چاپ کرده. من همینی که حذف نشده رو میخونم، نه اصل سخنرانی رو. همینی که رسما مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هست. صلوات بر او. صفحه 17 این کتاب. یزید دیندار بود. ببینید ایشون چی میگه، مخصوصا اونایی که میگن معاویه خیلی انحرافش توپل نشده بود، زمان یزید قلمبه شد. این مبارزه بین حق و باطل، صفحه 17، این مبارزه بین حق و باطل، یعنی بین اسلام و کفر، بین توحید و شرک، یعنی بین خدا و بت، بین فکر انقلابی اسلام و فکر ضد انقلاب بنی امیه، یک روز به صورت مکتب نبوی و مکتب اموی روبروی هم قرار گرفتن. یه روز احد بود، احزاب بود، فرمود ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، که کل حق، کل دین، کل اسلام مقابل کل کفر قرار گرفت. رهبر کل کفر کی بود؟ ابو سفیان بود دیگه. یه روزی در قالب مکتب نبوی و مکتب بنی اموی مقابل هم قرار گرفتن. چی؟ اسلام و کفر، توحید و شرک، حق و باطل. بعد از گذشت سالیانی به شکل مکتب علوی در مقابل مکتب اموی این درگیری وجود داشت. امیرالمؤمنین که با معاویه می جنگید، توحید بود که با شرک می جنگید. دیندار بود چیه؟ توحید بود که با شرک می جنگید. خود حضرت وقتی قرآن به نیزه کردن داره، امام هادی فرمودیم مثل گوساله سامریه که از یه مقدسی برای زدن شاخص انسانی میخوای کن. حضرت هارون همه میدونستن خلیفه حضرت موسی است، نگفتن نه، این خیلی هم عشق گاو داشتن، اشربو فی قلوبهم العجل، مست میشدن، گاوه که ما میگفت اینا همه زیر صداش ما بیشتر میگفت. اشربو فی قلوبهم العجل، اینا اصلا سرمست، این گاوه دومشو که تکون میداد اینا. هرچه هارون سخن گفت گفتن گوساله. امیرالمومنین صلوات الله علیه همین رو فرمود.
مکتب علوی در مقابل مکتب اموی این درگیری وجود داشت. امیرالمومنین که با معاویه می جنگید توحید بود که با شرک می جنگید، اسلام و ایمان بود که با کفر مبارزه می کرد. جنگ های زمان پیغمبر بود که تکرار می شود. یعنی جمل و صفین، احد پیریم و خیبر پیریم، یعنی جنگ های زمان پیغمبر بود که تکرار می شود. بعد هم که نوبت به امام مجتبی رسید، صحنه همان صحنه است. صحنه گردان عوض شده، امیرالمومنین شهید شده، امام حسن آمده. صحنه گردان، ناخدا، کشتیبان عوض شده، همونه. جنگ زمان امام حسن هم احد زگون بود، همون بود، همون بود اصلا. نه اسلام بود چیه؟ اسلام نبود که اصلا قیام کرد. نمازه را یه جوری یه شکلی میخوندن. اسلام نبود، منکر معروف شده بود، معروف منکر، همه دین جابجا شده بود. این دیگه نجات بخش نبود. نماز بود، روزه بود، حج بود، نجات بخش نبود. رشد انسانی به وجود نمی آورد، محبت رو زیاد نمی کرد، حب دنیا رو کم نمی کرد. چارچنگولی با مغز همه رو وارد دنیا می کرد. هر که عالم تر بود به این اسلام بیشتر دنیا پرست بود. عوام به امام حسین نگفتن لا تخرج عن طاعت امامک، آخوندهای این تفکر گفته. اونی که یه دین منحرف داره عالمش خطرناکتر از عامیشه. عامی که بیچاره چه میدونه چی به چی هست. زین العابدین رو برده بودن در شام زنجیر به گردن، یه پیرمرده اومد گفت الحمدلله الذی فضحکم، خدا رو شکر شما رو خدا نستجیر و بلا خوار و ذلیل کرد. اگر عالم بود جوابشو نمیداد یا تون جوابشو میداد. تو میدونست چیه؟ حضرت سجاد صلوات الله نگاه کرد این پیرمرده نمیفهمه اصلا مسئله چیه. فهمید شیخ قرآن خوندی؟ چون اینا میدونستن که سابقه نداره از عمر به بعد عرب اسیر بشه. هیچ اسیری عربی بلد نبود، فصیح، چون اصالت رو میدادن به نژاد عرب. میدید که این اومد یه فوشی بده بره، دید دستا رو بستن، دید عربی حرف زد، اونم عربی فصیح زین العابدین. گفت بله قرآن خوندم. تو قرآن چیکار داری؟ فرمود خوندی که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ گفت بله. فرمود اون قربا ما هستیم. خوندی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ اون اهل بیت ما هستیم. این فکر میکرد الان این اسیری که گرفتن رفتن از ترک و دیلم یه بت پرست برداشتن رو که عربی بلد نیستید، هم عربی فصیح آیه بلده، تو موضوع بیانم بیان کلامکم نور، انشالله امام زمان بیاد میبینید اصلا همون سخن گفتنش هدایت میکنه. کلامکم نور، امرکم رشد، مثل حرف من نیست که. امامشو کوبید زمین، گفت به خدا به ما چیز دیگه ای گفته بودن. یعنی عوام که حق و اتفاقا اگه یه وقتی سر جایش بفهمه بر میگردن. امام زمان صلوات الله علیه با عموم مسلمین جنگ آنچنانی نداره، با عالمان معاند جنگ داره. یعنی این عموم، بری تو مصر، بری در افریقا، عوام مدح زین العابدین بگی در مصر طلا رو سرت میریزن. چه میدونن که سیره اهل بیت حجتون یا لا حجتون؟ این حرف مال علمائه. عوام که اکثریتشون دوست دارن اهل بیتو، نمیدونن چی به چیه، چون خلاف بهشون گفته میشه. تو روزنامه ها طرف میگه ما باید از سیره اهل بیت تبعیت کنیم، پاش تو بحث علمی برسه میگه ارزش نداره. عوام که کتاب نمیرن بخونن، کتاب تخصصی. لذا ما با عوام اصلا مشکل نداریم، ما بی ارزه ایم. انشالله حضرت تشریف بیارن با چند تا خطبه اکثریت اینا رو با اینا نمی جنگن، اتفاقا هم اینا سربازش میشن. با عوام مسیحی ها مشکلی نداره حضرت. آدم مگه میتونی تابلو زیبای نقاشی ببینی مگه میتونی باش مخالفت کنی؟ زیبایی زیباست دیگه، مگر اینکه سنسورهای طرف خراب شده باشه، داغونش کرده باشه عمدن، عمدن خودشو به نفهمی زده باشه. عوام نه، عوام یک شما رو ببرن توی
طبیعت زیبا، یه طبیعت بکر، جنگلای شمال هم کجا؟ تا حالا کیو دیدی که وای حالم از این سبزی جنگلا به هم میخوره؟ این حتما میبنش بیمارستان، قفلم به دست و باش میزنم، این خطرناک. زیبایی رو کسی که اه اه از این صدای دریا و این خروبشش و این حالم به هم میخوره، یعنی تو مشکل داری. مزاج کسی خراب بشه غذا سالم نمیتونه بخوره، طرف مریض بشه مثلا لجنخار بشه، معلوم سالم نیست دیگه. اونجایی که علمای مسلمین اینقدر حق و باطل چرخیده بود، وقتی امر می کردن به منکر امر می کردن، وقتی نهی می کردن از معروف نهی می کردن، یعنی یا منافق بودن یا عملا سر سفره منافق، منافق امر منکر و نهی از معروف می کنه، یعنی اینا عملا خروجیشون با منافقین این علما یکی شده بود عملا. حالا من نمیگم همه منافق بودن، نمیدونم، حالا یا تحت تاثیر بودن یا منافق بودن، و مردم که سوال میکردن اینا میگفتن دین این است، دین یزید است، دینداره، دین یزیده، دینداری هم پیروی از یزیده. اینجا دیگه نماز مشکل نداره که شما مثلا نماز و زنا و حجاب و شراب اصلش رفته، اصل رفته. سید الشهدا صلوات الله علیه هم چند تا کار کرد، یکیش این که با اصل، برای تغییر اصل جنگید. حلال کنید این شبها اگر کم بود زیاد بود، خسته شدید، نامناسب بود بحث، این بضاعت اندک ما بود، تلاش کرده بودیم برای اینکه وقت شما زیاد تلف نشه، بحث اهمیت داشته باشه، فرعی نباشه، ولی دیگه توان همینقدر. یه علامت آدمایی که در انتخابات ها شرکت میکنن بطلانشون اینه که شما میبینی اهل معامله نیست، اما به انتخابات که میرسه شروع میکنه به معامله کردن، رابطه زدن، رأی خریدن، به همه که رأی و پول نمیدن که، ارتباط گرفتن. هر کلونی که تو رأی دادن اثر داره این باهاش میره رفاقت میکنه، این معلومه که این منحرف، قصدش خدمت نیست. به عکس مولای ما سیدالشهدا صلوات الله علیه دیگه بیشتر از 200 تا اینا نگفتن، هر چی زیاد کردن یاران حضرت و متکیه اسم و چند جور نوشتن، و اونورم 18-20 هزار یا بیشتر آدمه. قاعدتا هی باید بگرده آدم ها رو نگر داره، وعده بده. هر که خواست با سیدالشهدا صحبت کنه فرمود در حضور همه بگو، خودش در حضور همه نوشت به بنی هاشم، من حسین ابن علی الی بنی هاشم، بالاش بسم الله الرحمن الرحیم، من له قبی استشهد، بیاید کشته میشید، نه وزارت میدم، نه وکالت، نه بیت المال، بیاید مرگه. و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، اما اگر نیایدم فکر نکنید به فتح و ظفر میرسید، ذلیل میشید. اونایی که نیومدن تو مدینه از ترس زن و بچهشون و کس و کارشون و پولشون، یک سال نگذشت تو کربلا بی حرمتی شد، عملاً خدا اجازه نداد به ناموس اهل بیت جسارت بشه، اما 3 روز مدینه رو آزاد کردن، نمیدونستن این خانومی که ازدواج نکرده بچهش به دنیا اومده بگیم مال کیه، نه ازدواج شده، از هر چه میترسیدن سرشون اومد. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، من له قبی استشهد، بیاید باید خون بدید چون کار سخته. ولی من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، نیاییدم
بدبخت میشید، نه امنیت، نه پول، نه عزت، مثل حیوان داغ میزدن، آهن گداخته بدنها میزدن. شما برده یزیدید، اینا صحابه پیغمبر بود. نه عزت، نه مکنت، نه مال، نه ناموس. در حالی که اون 10,000 تایی که کشته شدن در مدینه اگر با سید الشهدا اومده بودن اصلا ممکن بود اتفاق دیگری بیفت. شب عاشورا شد، مظهر عزت خدا جمع کرد یارانشو، هر کی به هر کی بگی جمله بعدی رو بگو میگه تلاش کرد اینها رو نگر داره. فرمود که من اصحابی با وفاتر از شما نمی شناسم، ولی اینها اصالتاً با شما کاری ندارم. شما هم نمیتونید به صورت کامل از من دفاع کنید. آخر کار من فردا معلومه. برا همین من بیعتم از شما بر میدارم. اتخذ اللیل جملن، شب تاریکه، مثل مرکب راهوار قرار بدید، از کوه و کمر فرار کنید. اتخذ اللیل جملن، پشید برید. اینا اول همدیگر رو نگاه کردن. تنها جایی که قمر بنی هاشم ابتدا به کلام کرده اینجاست. رو دو زانوش بلند شد، فرمود خدا ما رو بعد از تو زنده نگذاره، جونمون رو اینجا بذاریم کجا بدیم؟ بی تو که زندگی نیست که. زهیر بلند شد، زهیر تازه رسیده، بیش از شاید حبیب قدر میدونه، میگه من تازه فهمیدم به چه کسی رسیدم. گفت اگر من رو بگیرن بکشن بسوزونن، زنده بشم بگیرن بکشن بسوزونم، 70 بابه یه نقل، 1000 بار یه نقلی، من دست از تو بر نمیدارم. در یه جای دیگری زهر یه عبارتی گفته که این از نظر من زیباترین کلامیه که یه آدم عادی میتونه بگه، یه غیر معصوم میتونه بگه. آدم ها همه تلاششون رو میکنن که باقی باشن. این سلفی ملفی که تو روزگار ما هست همش عشق حفظ کردنه دیگه. ما دوست داریم این صحنه، این تصویر، اینو نگرش داریم، باقی بمونیم، جاودان بمونیم. خیلی طولانیه، یه جمله نمیخوام بیشتر بگم. با اینکه خدا به حضرت آدم و حضرت حوا فرموده بود که این عدو مبینه، هرچی میگفت گوش نمیکردن، ولی او گفت هل ادلکم علی شجره الخلد، میخواید باقی بمونید؟ اینا شل شده. آدم دنبال جاودانگیه. یه جای دیگه زهیر گفت آقا جان، به به، اگر به ما تضمین بدن که در این دنیا مخلدیم، باقیم، خالدیم، مرگ نداریم، غرق نعمتیم، حساب کتاب قیامت هم نداریم، فقط در یک صورت این خلود زوال پیدا میکنه، اونم اینه که تو رو یاری کنی. من یه لحظه درنگ نمی کنم و خلودم رو فدای نصرت تو میکنم. من تو رو یاری میکنم ولو خلودم از بین بره. من تو رو نه برای بهشت میخوام نه از جهنم میترسم، من تو رو میخوام. محبت اینها شدید بود. امام صادق گفتن اینا 70-80 نفر چند ساعت جنگ طول کشید، اینا چطور میرفتن جلو تیرها و شمشیرها؟ فرمود اون آیه رو ندیدید که اون زنان یوسفو که دیدن فقط طعن ایدیهون؟ اینها همه عشقشون این بود که محضر امامشون برن جون بدن. اصلا همه نگاهشون به حضرت بود، منصرف بودن از خودشون، لذا درد و متوجه نمی شدن. حواسشون نبود، اینا حواسشون به آقا بود، لذا درد نکشیدن، انگار گل بو کردن. ما برای حدک حرمت گریه می کنیم، نه اینکه اینا دردشون اومد یا نیومد. با اینا صحبت کرد، اینا گریه کردن.
گفتن ما رو بیرون نکن، التماس کردن، دوباره بیعت کردن. متفرق شدن، رفتن تو خیمه هاشون. امشب از یه جهت باید روضه زین العابدین خون، چون معصومه، جز به جز حوادث و میتونه، و یه امتحانی هم شده که خود سید الشهدا نشده. میفرماد من در بستر بیماری بودم. آقا چه بیماری؟ بمیرم برات. هر کسی باید خودشو فدای امام زمانش بکنه، در یه حدی باید درد غلبه کرده باشه که وظیفه دفاع از امام ساقط شده باشه. خدا میدونه این امام همام چه دردی تحمل کرده و بعد با چه فجایعی مواجه شد. من در بستر بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمه من بالا سرم نشسته بود پرستاری میکرد، بابام میخواست با من حرف بزنه ولی ملاحظه عممو میکرد. اومد جلو در خیمه نشست، شمشیرشو شروع کرد به اصلاح کردن، با رمز با من صحبت میکرد. یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. ای روزگار، حسین هرکیو دوستاش ازش گرفتی، مادرمو در 6-7 سالگی، پدرم اون شکلی، برادرم اون طوری، الان نور چشمم زین العابدین رو باید تنها بذارم. میفرماد خنقتن العبره، من بغض گلوم رو گرفت، اومدم گریه کنم، نگاه به عمم کردم، بغضم رو خوردم. نه شب عاشورا با بابام ودا کردم، نه روز عاشورا، چون بقیه دق میکردم. عمم چیزای متوجه شد، شروع کرد گریه کردن، به صورت زدن. بابام آرام شد، آرامش کرد، ما هم خودمون رو نگه داشتیم، شروع کردن به عبادت کردن. تو این فاصله نزدیک، خب نگاهشون به بچه ها بود، لابد اینطور بود که به خیمه بچه ها سر زد، زیر سرشون رو نگاه کرد. بچه 3 ساله داشته باشی بدونی فردا باید پا برهنه. آقا تا صبح چی کشیده خدا میدونه. یکی یکی به اینا سر زد. من 2 تا جمله میگم، بیشتر جلو نمیتونم برم دیگه، نیستم فردا شما رو ببینم، 2 تا جمله بیشتر نمیگم. حرف زیاده ولی مرد گفتن میخواد. فردا که شد، همه این روزهای 8-9 شب گوشه ای از اتفاقات فرداست، گوشه ایشه. شنیدید؟ هر کی هم گفته مثل من سانسور کرده همونا را. همه اینا با یه عالمه اتفاق دیگه فردا رخ داد. کار به یه جایی رسید که اینا یه امیدی داشتن، اینا خبر داشتن، میدونستن یه اسم رمزی هست، آقا هرچه میدان بره این بار آخر نیست. کیه بار آخر؟ بار آخر اسم رمز داره. لذا با اینکه داغ میدیدن، داغ روی داغ میدیدن، همه میگفتن خدا سایه حسین رو سر ما نگهداره. خدا خودش میدونه که روزه سید الشهدا از همه سخت‌تر، حتی از روزه حضرت زهرا. تا به اون لحظه حساس نزدیک شدیم، آقا برگشت، از سینه‌اش مثل خون، مثل ناودون خون میجوشید. دخترها رو جمع کرد. من 2-3 تا جمله‌شو عرض میکنم.
اگر داعش نبود ما قصه های تاریخی رو میخوندیم به مخیلمون نمی آمد که یه عده اینقدر وحشی ممکنه باشه. اینقدر نفهمن فرق دختر 3-4-5 ساله با مرد جنگی چیه. آقا همه اینا رو میدونه. بار آخر که اومد همه رو جمع کرد. یه نگاهی به این دختر بچه ها کرد. فرمود که یا بنات رسول الله، ای دختران پیغمبر، استعد دول البلا، برا بلا خودتون آماده کنه. ان الله حافظكم، خدا نگهدارتون باش. اینجا نوشتن حضرت سکینه تصیح و شروع کرد جیغ زدن. فضمها الی صدره، چسبوندش به سینه‌اش. فرمون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن. اینجوری مثل بچه یتیما جلو من گریه نکن. مادام من روح و فی جثمانی، تا من زنده هستم. فاذا مذیت انت اولا بالتی تأتینه، ولی وقتی منو زمین زدن از توی توقع دارم عمتو دست نگذاری دست تنها باشه در قتلگاه. شیخ عبدالحسین اعظم چند تا قصیده داره، علمای ما میگن امام زمان بهش نگاه میکرده. اونجا میگه من هرگز این صحنه رو یادم نمیره. منم اشاره میکنم اینم نباید بگم، اگه شب عاشورا بود همین زیاده روی هم نمیکردم. میگه یادم نمیره اون لحظه ای که دیدن زمین و زمان میلرزه، شونه های دختران حسین خونیه. معلومه چی داره میگه، من روم نمیشه بگم. میگه با اینکه بابا رو از دست داده بودن و غارت شده بودن، یه حاجت، یه آرزو داشتن، اونم این بود که زودتر تاریک باشه، اینقدر در